عزیزان سلام با برنامه تحلیلی دیدگاه در خدمت شما هستیم اتفاق رخ داده در تاسیسات هسته‌ای نتنز این روزها در صدر اخبار مربوط به جمهوری اسلامی ایران قرار دارد این مسئله از چندین جهت دارای اهمیت است. علا رقم تبلیغات رژیم ایران مبنی بر اشراف اطلاعاتی و امنیتی در داخل و خارج از کشور، اتفاقات رخ داده در ماه های گذشته مهر تاییدی بر پوشالی بودن این قبیل تبلیغات است. پروازه هست که مکانی همچون تاسیسات هستهی نتنز، یکی از مهمترین نقاط امنیتی است که مسئولان اطلاعاتی و امنیتی رژیم مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده دارند جنس اتفاقی که روز یک شنبه در تأسیسات نتنز رخ داد نشان از ناتوانی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با نفوذ بلند مدت و برنامه ریزی شده از سوی سیستم های اطلاعاتی خارجی دارد. اگرچه نهادهای رسمی اسرائیل تا این لحظه مسئولیت حمله به تأسیسات نتنز را بر عهده نگرفتند اما رسانه های نزدیک به دولت اسرائیل و رسانه های معتبر جهانی همچون نیویورک تایمز این اقدام را کار اسرائیل دانستند جالب اینکه این, این حادثه یک روز پس از افتتاح مرکز مونتاژ سانتروفیوش های پیشرفته رخ داده که چند ماه پیش منفجر شده بود. لازم به یادآوری است که پیش از این در دوازده تیر ماه سال 99 انفجاری در کارخانه غنیسازی سوخت اتمی نتنز رخ داد که مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه ها آن را کار اسرائیل دانستند. در آن حادثه نیز مسئولان ابتدا سعی کردند ابعاد فاجعه را کوچک جلوه دهند تا اینکه تصاویر ماهواره ای منتشر شد و مسئولان مجبور به انتشار بخشی از واقعیت شدند. اگر ترور محسن فخریزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در هفتم آذر ماه 99 را نیز به این لیست اضافه کنیم تصویر ناتوانی اطلاعاتی امنیتی رژیم وضوح کاملتری پیدا می کند. دست پاچگی در توضیح اتفاقات رخ داده گواهی بر تلاش نافرجام مسئولان امنیتی نظامی برای پنهان کردن نقاط ضعف و بیلیاقتیشان است کوتاه سخن اینکه تأسیسات و مراکز مهم و استراتژیک ایران سازمان های امنیتی و نظامی همگی دارای شکاف های اطلاعاتی بزرگی هستند. شکافهایی که نشان از نفوذ برنامه ریزی شده و بلند مدت است. یعنی تیمی از افراد وابسته به سیستم اطلاعاتی اسرائیل و برخی کشورهای دیگر سال هاست که مشغول لانگازینی هستند. پیدا کردن این نوع از شکاف امنیتی و مهار اقدامات احتمالی آتی کار سیستم امنیتی جمهوری اسلامی نیست. چرا که افراد حاضر در این سیستم همگی نسبت به یکدیگر بدگمان شدند. هیچ معلوم نیست جاسوس یا نفوذی کیست. در سالهای اخیر که خانواده ها توان تأمین معیشت روزانه خود را ندارند، و خواهان تغییر سیاست های داخلی و خارجی رژیم شدند، ماموران اطلاعاتی رژیم با تکیه بر پول و امکانات مخابراتی خود اقدام به دستگیری یا مخالفان می کنند تا بدین ترتیب خودی نشان دهند. معلوم نیست این هسته های مختلف اطلاعاتی که هر یک چند پرستو اجیر کرده و به جان مخالفان و دگراندیشان اند خودشان عامل کدام سرویس اطلاعاتی هستند. زندان های رژیم پر از افرادی است که برای حقوق و آزادی مردم به پا خواستند. چه بسیارند زندانبانانی که ادای وطن پرستی دارند ولی خود جاسوس بیگانه روایت است که در زمان صفویه امام جماعت مسجدی نزدیک به سفارت عثمانی هر روز پس از نماز امام اول شیعیان را دعا کرده و به دیگر خلفای صدر اسلام لعن و نفرین می‌فرستاد. وی خود را مقلد راستین اهل بیت و تشیع را اسلام حقیقی معرفی می کرد. پس از چندی کند و مشخص شد که این فرد جاسوس انگلستان است و قصدش ضربه زدن به رابطه صفوی عثمانی با استناد به اختلافات شیعه و سنی است. چه بسا فردا که پرده در افتاد همین افراد سپاهی، اطلاعاتی، دولتی، منبری و مجلسی که مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا و سایرین سر می دهند و بر روی موشک شعار نابودی اسرائیل را می نویسند، خود عامل و جاسوس اسرائیل، انگلیس و یا امریکا باشند. باید پرسید که نفرت پراکنی مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و شاخشان کشیدن علیه دولت منطقه چه سودی برای جامعه ایران داشته است؟ شرم بر آن شخصی باد که از سفارت امریکا بالا رفت و به همراه دیپلمات‌های امریکا مردم ایران را نیز به اسارت گرفت اما امروز فرزندش در امریکا تحصیل می کند و یا شاغل است جمهوری اسلامی ایران بسیار تو تر از آن چیزی است که نشان می دهد. به قول سدی چو به شیرینی اندود پوست چو بازش کنی استخانی بروست در مسیر مبارزه با این رژیم توخالی نباید مایوس شد. سیستمی دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت آینده ای است که باید برای آن تلاش کرد. در غیر این صورت حال و آینده خود و فرزندانمان توسط ادعای چپاولگر و نفوذی بیگانه هر روز بیشتر از دیروز به باد خواهد رفت. به امید روزی که زالوی جمهوری اسلامی از شریانهای مردم ایران کنده شود، و خانواده ها رفته رفته روی سعادت و آرامش را ببینند شاد و کامیاب باشید.